40 days ago, on September 16, 2022, a young 22-year-old Iranian-Kurdish woman, Mahsa Jina Amini, was brutally murdered by the morality police of the terrorist and illegitimate Islamic regime in Iran. Since then, the brave people of Iran have been protesting 43 years of a brutal dictatorship. This is the same dictatorship that almost 3 years ago shot down Ukraine flight PS752, killing over 50 Canadians. And I would like to thank Premier Ford for taking swift action back in January of 2020 by siding with the people of Iran and announcing scholarships to honor every single Canadian murdered during that plane crash. Mr. Speaker, hundreds, if not thousands, of Iranians have been arrested, murdered, tortured, and killed by the brutal and terrorist illegitimate Islamic regime in Iran. And Mr. Speaker, for Iranians mourning someone's passing, the 40th day is incredibly significant. And it's not just Mahsa Jina Amini's family that is mourning. All of the people of Iran are mourning. Iranians around the world are mourning, and the world is mourning with them. There are nationwide strikes happening. And while pro-Islamic regime lobby groups like the Iranian-Canadian Congress have tried to apologize for the regime, the world has opened its eyes. The regime has shut down the internet to prevent the voices of the people of Iran being heard. But they are asking the world for one simple thing: to be their voice, to share their stories, and to make them heard. I have several hundred constituents in my riding who, just like me, are of Iranian origin. And today, I want to let the people of Iran know that they are not alone in their fight for freedom and democracy. Here in Canada, we are blessed to live in a free and democratic society. The people of Iran deserve the same. بله، ویدیو کلیپی که دیدید مربوط به 26 اکتبر بود از مجلس استان آنتاریو که خانم گلسا قمری نماینده مجلس در اونجا نطقشو کرد و به پای سخنانش وایستادن و دست دادن به خاطر اینکه این شجاعت از ایران، از زنان ایران به زنان ایرانی خارج نشین هم سرایت کرد. همه شجاع شدن، زن، مرد، همه صحبت میکنن، دلسوزن. ما قسمتی، ما عده‌ای که در خارج از کشور هستیم، یک ایران به گستردگی تمام جهان درست کردیم. ایرانیان خارج نشین یک ایران خارج از ایران دارن که دلشون با مردم ایران میتبه و چون آزادی رو چشیدن، میخوان این آزادی رو هموطنان ما در ایران هم بچشن. به همین خاطر مبارزه میکنن سخت و الان بیش از 100 روزه که هموطنان ما هم تب و تاب ندارن، خواب راحت ندارن و دلشون پردرد و فعالیت های اجتماعی شرکت میکنن، فعالیت های سیاسی شرکت میکنن تا نشون بدن که چه ظلم و ستمی در کشور ایران از طرف رژیم جمهوری اسلامی به ملت ستم دیده روا میشه. خوشحالم که بگیم که خانم گلسا قمری رو ما اینجا داریم و با ایشون یه گفتگویی در این مورد میکنیم. خانم قمری، گلسا جان، درود بر شما. درود بر شما آقای زریمه و درود بر همه بینندگان عزیز که امروز دارین برنامه رو نگاه میکنن. بله، در مورد خانم گلسا قمری یه توضیح من بدم بینندگان گرامی که ایشون 37 سالشه و وقتی یه ساله بود اومده کانادا. بنابراین با وجودی که 36 سال در کانادا زندگی میکنه و 37 ساله است، یه ساله بوده، ولی فارسی رو خوب حرف میزنه. خوشحالیم که بالاخره زبان مادری یادش نرفته. پیش میاد دیگه، بچه‌هایی که معمولا اینجا بزرگ میشن فراموش میکنن، با آم 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 ادامه میدن حرفاشونو. ممکنه کلماتی در بین کلماتشون باشه که انگلیسی باشه، شما درک میکنید که بچه‌ای که کسی که اینجا بزرگ شده گاهی از لغتی که کلماتی که اینجا معموله استفاده بکنه برای رسوندن منظور و بیانش. و ایشون نماینده مجلس دور دوم از کنسرواتیو پارتی، از حزب کنسرواتیو محافظه‌کار در شهر اتاوا، منطقه کارلتون، درسته؟
بله درست. برای دومین دوره نمایندگیشو دارن و در اخیراً در اینستاگرام و سایت خودشو و کانال‌های مختلفی که با ایشون مصاحبه می‌کنن با حالت پرهیجانی از عرق ملی و ملی‌گراییش صحبت می‌کنه، از این که چه ظلم و ستمهایی به مردم روا میشه. خب گلسا جان، چه فکر می‌کنی راجع به این اعتراضاتی که بیش از 100 روز ازش گذشته؟ می‌دونی آقای زریمر، وقتی این اعتراض اول شروع شد همون توی سپتامبر بعد از اینکه رژیم تروریست مهسا جینا امینی رو کشتن و مردم شروع کردن اعتراض کردن، خب می‌دونین اولین بار نیست که مردم ایران دارن اعتراض می‌کنن و هر دفعه که مردم اعتراض می‌کنن ما همیشه، مخصوصا ما که در خارج از کشور هستیم، همیشه فکر می‌کنیم که شاید این دفعه دیگه آخرین بار باشه که یه اتفاقی پیش بیاد که مردم ایران اعتراض بکنن، ولی هر دفعه که مردم ایران شروع کردن اعتراض کردن، این رژیم تروریست یه کاری کرده که اون اعتراض ها رو تموم بکنه. همون مثلا 3 سال پیش تو آبان وقتی که اینترنت رو قطع کردن و توی تقریبا 6 روز نزد که شاید بگم بیشتر از 1500 نفر رو کشتن که اون اعتراضات تموم بشه. بله. ولی این دفعه فکر کنم اولین باره تو تاریخ جمهوری اسلامی که این تظاهرات انقدر طولانی بوده و تا حالا کم نشده و اتفاقا داره بیشتر میشه و همونجوری که خودتونم گفتین الان دیگه بیشتر از 100 روزه که مردم دارن تظاهرات میکنن و خیلی ها تو ایران دیگه دارن میگن بهش نگین تظاهر، این دیگه تظاهر نیست، تظاهرات نیست، این انقلاب. بله واقعا دیگه این انقلاب شده و به خاطر این من میدونم که مخصوصا ما ایرانیایی که در خارج هستیم ما باید صدای اونها باشیم، ما باید به بقیه دنیا بگیم که تو ایران چه اتفاقایی داره پیش میفته و چرا مردم دارن انقلاب میکنن و اونا دارن از ما میپرسن، از ما خواهششون اینه که ما صدای اونها باشیم و همونجوری که اونا دارن جونشون رو تو ایران هر روز از دست میدن، ما وظیفه‌مونه که اینجا صداشون باشیم که بدونیم که کمکشون بکنیم که به اون نتیجه برسن. بله دقیقاً همینطوره. ببینید الان 44 ساله که اینا سرکارن و هر سال بدتر و بدتر شده. هر رئیس جمهوری که اومده اوضاع رو 8 برابر بدتر کرده، یعنی کاملا از خود دلار هم مشخصه. الان بالای 40,000 دلار مال 40,000 تومان دلار آمریکایی رفته و الان که امروز هیچ وقت اونقدر بالا نبوده تا حالا، فکرم اولین باره هیچ که وقت، هیچ وقت به این مرحله نبوده و جوانان ما آینده ای رو نمیبینن، آینده تیره و تاره میبینن که بدتر و بدتر میشه، باید جلوش رو گرفت. ولی این رژیم به اندازه کافی مثل که نچاپیده، به اندازه کافی ندوزیده، به اندازه کافی ظلم و ستم نکرده، مثل که مأموریتی دارن الهی، از کدوم اله نمیدونم، که ملت ایران رو بدبختتر و بیچاره تر از پیش بکنن و چاره نیست جز این که مبارزه کرد و اینا رو از خونه بیرون کرد و ایران رو به ایرانی ها پس داد. دقیقا همینه آقای دریمر. و مثلا وقتی که این آخوندها رو نگاه میکنم میبینم، فکر میکنم اینا چجوری میتونن بیان پول مردم رو بدزدن، چجوری میتونن جوانا رو بکشن، اینا چجوری میتونن اصلا خودشون رو تو آینه نگاه بکنن وقتی که اینا میان کسایی مثل محسن شکاری رو اعدام میکنن، مجید رضا رهنورد رو اعدام میکنن، تو بلوچستان دارن بلوچای بدبخت و که اصلا هیچی ندارن، رژیم هیچ نه پولی بهشون میده نه کمکشون میکنه، اینا رو دارن میکشن. مگه خدا نور لجایی چه کاری کرده بود؟ همین کیان پیرفلک که فکر کنم دیروز 40مش بود، بچه 10 ساله رو کشتن. اینا چجوری میتونن اصلا خودشون رو تو آینه نگاه بکنن وقتی اینجوری دارن مردم ایران رو میکشن که خودشون بتونن با پول مردم ایران زندگی بکنن و نه تنها تو ایران، دارن خودشونو، دارن بچه‌هاشون و زناشون و دوستاشون و همه‌شونو دارن می‌فرستن خارج از کشور با پولایی که از مردم ایران دزدیدن. بله همینطوره. اینا
من نمیدونم چه مرامی دارند که بیرحمی و سنگدلی جزو چیزای طبیعیشون شده، عادتشون شده که راحت میکشن بچه، پیر، زن، اصلا مهم نیست، حتی به خودشون هم که با این نظام مخالف باشن سرشون رو زیر آب میکنن. ولی نمیدونم برای نگه داشتن این رژیمی که این نظامی که به هیچ دردی نمیخوره به غیر از اینکه به چند هزار نفر از خداشون پول درست حساب برسه، به بقیه ملت ایران که نمیرسه، که همون سیستان و بلوچستان که صحبت میکنیم یکی از معادن طلای ایران در اونجاست، خب ولی مردم فقیرن، کلاس هاشون رو نگاه بکنیم، وضعشون رو نگاه بکنیم، اصلا افتضاح است. اون وقت در جوارش اون طرف دبی که 70 80 سال پیش 50 سال پیش چیزی نبود، الان ببینید که به کجا رسیده. خب این با کفایتی رهبران اونا رو نشون میده و بی کفایتی این وریا، این لعنتی ها هم به جوانای ما مهلت نمیدن. جوانا باید برن جلو، این شجاعت رو بالاخره به سرانجام میرسونن و موفق میشن. تو ما در یه چیزی بودش راجع به اینکه نمایندگان مجالس اروپایی مثل بلژیک و آلمان و جای دیگه اینا کفالت میکردن، به اصطلاح حمایت و اسپانسر میکردن از زندانیان سیاسی در ایران. از طرف نماینده های ما آیا خبری چیزی هست در این مورد؟ چون میدونی که یک حالت سمبولیکه واقعا، که پولی که چیزی نمیدن، که فقط موضوع میکنن، مطرح میکنن، اون اسمو که به صورت عنوان میشه که حواس مردم دنیا به شما هست، متوجه این ما، لطفا اینا رو نکشید. خب من یکمی تو این نگاه کردم و دلیلی اون سپانسرشیپی که این نماینده های مجلس توی آلمان و جای دیگه دارن انجام میدن، اینا دارن به اون امباسدور ایران دارن نامه میفرستن، چون که تو اون کشورها ایران هنوز یه سفارت داره و دارن به اون امباسدور تو اون سفارت یه نامه مینویسن که میگن ما مثلا این شخص رو سپانسر کردیم و ما میخواییم که این شخص آزاد بشه. حالا توی کانادا تو 2012 پرایم مینیستر استیون هارپر که خودش حزب کنسرواتیو بود، محافظه‌کار بود، سال 2012 سفارت ایران رو تعطیل کردن، چون که خب همه تو کانادا میدونستن که سفارت ایران پر جاسوس بود و فقط یه راهی بود که رژیم تروریست ایران بتونه از مردم ایرانی که تو کانادا هستن جاسوسی بکنه و اطلاعات بگیره و اون اطلاعات رو به ایران بفرسته. به خاطر این اونا سفارت 2012 بستن و به خاطر این political sponsorship زیاد مثلا تو کانادا نمیشه کرد، چون که خب ما اینجا امباسدور ایرانی نداریم، چون که خب اون دیپلماتیک تای، اون رابطه دیپلماتیک نیست، چون که سفارت بسته شده. ولی خب کارهایی که ما میتونیم تو کانادا انجام بدیم که من هنوز نمیدونم چرا نخست وزیر کانادا جاستین ترودو انجام نداره، اینه که ما میتونیم بگیم که IRGC تروریسته. من هنوز نمیدونم چرا جاستین ترودو نمیگه که رژیم تروریست ایران تروریسته. نمیدونم چرا جاستین ترودو نمیره سراغ اون ایرانیایی که با پول مردم ایران دزدیدن و اومدن کانادا، چرا نمیره سراغ اونا، چرا نمیره سراغ کسایی که میدونن که میلیون ها شاید بیلیونز اف دلار حتی دزدیدن رو آوردن و دارن با این پول که کاملا اینا خون مردم روشه، دارن با این پولا زندگی میکنن، دارن ساختمون میخرن، دارن زمین میخرن. نمیدونم چرا دولت کانادا نمیره سراغ اینا. این یه کاریه که دولت کانادا میتونه انجام بده. گفته میدونی تو سیسس هم گفته دیگه، الان خبرنگارای کانادایی هم دارن مینویسن که سیسس گفته که رژیم تروریست ایران تو کانادا هست و کنفرم کردن و نمیدونم چرا دولت هنوز هیچ کاری نکرده. حالا این 10,000 نفری که گفتن که جزء از سپاه پاسداران اون سرانشون تحریم شدن، اینا جزء گروه تحریم شده ها نیستند یا اینکه فقط صحبتش رو کردن که تحریم خواهند شد؟ اون 10,000 نفری که گفتن تو ایران هستن، اونا در ایران هستن. از اون چیزی که من متوجه شدم، اون 10,000 نفری رو که اسمشون رو گفتن این 10,000 نفر که توی ایران هستن حق ورود به کانادا ندارن، که خب that's good. ولی اونایی که هستن با اونا فعلا کاری ندارن، درسته؟ آره درسته، اونایی که اینجا هستن هیچی ما راجبش اونا نشنیدیم. الان مدتیه که در کشورهای اروپایی هموطنان ما مخصوصا در انگلستان و آلمان و جای دیگه دارن تظاهرات میکنن روبروی سفارت
سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران که به قول شما اکثر همین سفارتخانه جاسوسخانه است و تنها کشوری که به اصطلاح سفارت ایران درش نیست کشور کانادا است و در آمریکا هم حافظ منافع داره، حافظ منافع داره، ولی در کانادا حافظ منافع هم نداریم حتی، درسته؟ و درست. ولی در اونجا همه میخوان که سفارتخونه ها تعطیل بشه، سفرای ایران برگردن و اخراجشون بکنن به ایران و سفاره خودشون رو بخوان و این قطع به اصطلاح سیاسی خیلی مهمه از نظر اینکه این جمهوری اسلامی هر لحظه به اصطلاح منزوی تر، گوشه گیر تر و کنار گذاشته میشه از فعالیت های اجتماعی، بدتر و بدتر میشه. شما با بسته شدن سفارتخونه ها موافقی؟ بله 100%. من موافقم چون که این یکی از خواسته های مردم تو ایرانه، این یه چیزی که مردم ایران میخوان و من فکر میکنم به عنوان یه نماینده مجلس ایرانی کانادایی من مهمترین کاری که میتونم بکنم اینه که صدای مردم ایران باشم و این خواسته های مردم ایرانن که سفارت ها رو ببندن، این نذارن جمهوری اسلامی جای زندگی بکنه، خانوادهشون، بچه‌هاشون، دوستاشون برن از کشور بیرون، بمونن همون توی ایران که بتونن اون کارهایی که کردن، اون جواب اون کارهایی که کردن بدن. و به خاطر این من موافقم با اون بستن اون سفارت ها چون این خواسته مردم ایرانه. الان به طور کلی فکر میکنی که کشورهای غربی چه کار میتونن بکنن؟ از نظر نظامی که نمیتونن حمله بکنن، مگر اینکه سازمان ملل این اجازه رو بده، بگه که اینا برخلاف موازین بین المللی دارن عمل میکنن و مثل همون هشداری که به صدام حسین دادن و به قذافی لیبی دادن و تونستن با یک هماهنگی بین چند کشور و با اجازه سازمان ملل حمله بکنن، آیا فکر میکنید یه چنین کاری ممکنه با ایران هم بکنن؟ من که فکر نمی کنم حمله کردن چیز خوبی باشه و هیچ کس تو ایران جنگ چیز خوبی نیست. نه جنگ چیز خوبی نیست و هیچ کس خواستش این نبوده که جنگ باشه. مردم ایران نمیخوان که کشورهای دیگه بیان به جنگن. مردم ایران خواستشون اینه که همون سفارت ها رو ببندن، این دیپلماتیک تای که دارن اونا رو کاملا بریک بکنن که اصلا هیچ با اینا نگوشیت نکنن، نذارن که از ایران خارج بشن، نذارن برن کشورهای مختلف، ایران رو از سازمان بین الملل بیرون بکنن و فقط خواسته مردم اینه که بقیه کشورها اجازه ندن که رژیم تروریست ایران بتونه ادامه بده کاراش رو، اجازه ندن که یعنی اجازه ندن که پولای مردمی که دزدیدن از کشور خارج بکنن، میدونی؟ بذارن اونجا بمونن که اینجوری آیسولیت بشن که بعد مردم بتونن یه کاری بکنن. الان فکر میکنی که مثلا کشورهای غربی چه فشارهایی میتونن روی ایران بیارن؟ مثلا یکی از اون مسائلی که مطرح میشد این که نو فلای زون، یعنی منطقه فضای ایران فضای پرواز نباشه، نه هواپیمایی بره نه هواپیمایی برگرده بیاد بیرون. چه تحریم های دیگه میتونن غرب انجام بده برای علیه جمهوری اسلامی ایران؟ بگم اکونومیک سانکشن خب خیلی مهمه، اکونومیک سانکشن چیز خیلی مهمیه، تحریم اقتصادی. بله بله تحریم اقتصادی و فکر کنم مخصوصا تو کانادا که بگن که کل رژیم اسلامی تروریسته. اگر که همه کشورها تو دنیا بگن که رژیم اسلامی تروریسته، اون یک کارهای خیلی مهمی میتونه انجام بده، یک کارهای خیلی like it's a big step forward. چون که مخصوصا حالا تو کانادا اگر که دولت بگه که رژیم اسلامی در ایران تروریسته، اون دیگه باعث میشه که هر شرکتی یا حالا بانکی یا کمپانی که با اینا مثلا کارهای اقتصادی میکنه اون باید کاملا تموم بشه دیگه. ایران نمیتونه هیچ رابطه اقتصادی با کشور کانادا داشته باشه که برای شرکت‌های ایران خب خیلی بد میشه و خب بیشتر اون شرکت‌ها خب دست خود رژیم اسلامی هستن و این باعث میشه که مثلا کسایی که توی کانادا هستن که با رژیم حالا
کنکشن دارن یا حالا یه جوری با رژیم مربوطن، بهشون ربط دارن، پلیس یا حالا کسای دیگه میتونن برن سراغ اون کسایی که تو کانادا هستن. اگه که IRGC کالج تروریست باشه، اون وقت بانک‌ها میتونن اون حسابای بانکی رو از اون تروریست‌ها بگیرن، اون پولا رو بگیرن. ولی الان چون که هنوز تروریست نیست، اینا میتونن راحت تو کشور زندگی بکنن، همه کاراشون رو تو ایران انجام میدن، بعد میان اینجا توی کشور آزاد دموکراتیک زندگی میکنن با پول مردم ایران. بله، به اصطلاح به عبارت دیگه باید همه جوره فشار آورد به کسانی که وابسته به رژیمن، جز اونان همکارشونن، همیارشونن، همفکرشونن، اینا باید به قول شما ایزوله بشن، آیسولیت بشن و شناسایی بشن و اون ثروت بادآورده ای که مال ملت ایرانه ازشون گرفته بشه. ولی فشارها همچنان باید ادامه داشته باشه. این خیزش، این انقلاب که قطعا باید به ثمر بشینه، باید همه دنیا هم داره همکاری میکنه، ولی باید بیشتر و بیشتر باشه. هنرمندا، ورزشکارا، همه به اصطلاح سیاستمدارای خارجی، همه اینا هم داره همکاری میکنن که ایران منزوی تر و به اصطلاح گوشه‌گیرتر از همیشه بشه. فشارها هست، ولی امیدوارم که به زودی قبل از عید خودمون، نوروز خودمون، ما یه جشن واقعی بگیریم و از این شر، این رژیم شیطانی خلاص بشیم. میدونی دیگه اون قدرت و مثلا پشم پیلی قبلی رو نداره، همه کرکوبراش ریخته و الان دست و پا میزنه، دست و پا میزنه بدجوری. ولی رژیم ها به قول معروف دیکتاتورها هیچ وقت عذرخواهی نمی کنن، معذرت نمی خوان، ولی سقوط میکنن به امید اون روزی که به اصطلاح این رژیم بره و مردم ایران برای همیشه آزاد بشن. خب آخرین حرفی چیزی داری بزنیم بگی عزیزم؟ خواستم اول اینکه شما تشکر بکنم آقای زریمر که منو دعوت کردین امروز صحبت بکنم و عذرخواهی میکنم اگه بعضی کلمه‌ام انگلیسی صحبت کردم، ولی خب خیلی دارم سعی میکنم فارسی صحبت بکنم. عالی بودی، عالی بودی، خیلی ممنون، سپاس. من میخوام به مردم ایران بگم، هر کی که داره نگاه میکنه، که با اینکه رژیم تروریست سعی میکنه که صدای شما رو سکوت بکنه، سعی میکنه که اینترنت رو قطع بکنه و سعی میکنه که به بقیه دنیا بگه که همه چی تو ایران اوکیه و هیچ مشکلی نیست، همونجوری که تو قطر دیدیم که چجوری کسایی که با رژیم مربوط بودن و با رژیم کار میکردن اووردن قطر و اونا میگفتن که نه، همه چی تو ایران اوکیه، ولی مردم ایران میدونن که واقعیت چیه و بقیه دنیا هم دیگه یاد گرفتن. میدونید چون ما مخصوصا ایرانی هایی که یکمی جوان‌ترن و رو سوشال میدیا هستن، ما خیلی داریم تلاش میکنیم که صدای شما رو به مردم دنیا برسونیم و خیلی ها الان دیگه متوجه شدن. تا میتونم بگم که 100 روز پیش بیشتر جهان اصلا نمیدونست گشت ارشاد چی بود، ولی الان دیگه همه میدونن گشت ارشاد چیه و همه میدونن که چه بلایی سر مردم ایران دارن میارن، همه دیگه میدونن که این آخوندها چجوری دارن سعی میکنن که فرهنگ ایرانی ها رو نابود بکنن، سعی کردن که اصلا ایرانی بودن رو نابود بکنن و ما همونجوری که شما دارین هر روز ادامه میدین، جونتون رو دارین در خطر میذارین، ما هم اینجا هستیم و ما همونجوری ادامه میدیم، تلاش میکنیم، واقعا وظیفه‌مونه که همه با هم همکاری بکنیم که این رژیم تروریست اسلامی نابود بشه و مردم ایران واقعا بتونن توی ایران آزاد زندگی بکنن. بله، از تو سپاسگزارم دختر عزیز من، که من نزدیک به 27-28 ساله که میشناسمت، با همراه با خواهر نازنینت گلپر با هم دیگه تو برنامه‌های نوروزی شرکت می‌کردین، مال زنگ قصه، اینا از شما کلیپ‌هایی داریم که بعدها نشون میدیم، نه تنها به صراحت هنرمند بودی بلکه الان تو کار سیاسی و وکیل هم هستید و یکی از افتخارات ما هستی دخترم. امیدوارم که در کارات موفق باشی و به امید آزادی و آبادی ایران ببینیم و با هم یه جشن درست حسابی در شهر تورنتو بگیریم. ازت سپاسگزاریم، مرسی که شرکت کردی و مرسی از بینندگان گرامیمون که با ما بودن. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.